بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و دوستان عزیزم چی حال دارین؟ خدا کند از هر جای دنیا که ما را بیننده هستین جور و صحتمند باشین در کنار خانواده های محترمتون. خیلی خرسند هستیم که یک بار دیگر فرصت گیر آوردیم و در حضور شما عزیزان قرار داریم برایتان خدمت میکنیم. عزیزان دل، برنامه های گردشگری ما به پایان رسید و چندین روستا سفر داشتیم و در ولایات گوناگون و مستندسازی کردیم از جاها و مکانهای تاریخیش که آخرین برنامه ما از ولایت پروان ولسوالی غوربند به نشر رسید. و حالا همین اکنون ما رسیدیم به یکی دیگر از ولسوالی های ولایت پروان که خیلی معروف است و هر شهروندی که به ولایت شمال سفر میکنه از این ولسوالی رد میشه. بله عزیزان، تازه رسیدیم به ولسوالی جبل سراج که یکی از ولسوالی های صنعتی و معروف ولایت پروان است که نفوذش نزدیک به یا بگویم بیش از 75,000 نفر میرسه و نفوذ شماری که در سال 1399 شده بود آخرین بار به بیش از 75,000 نفر میرسید نفوذ این ولسوالی. و در ضمن فابریکه سمنت همچنان در این ولسوالی وجود داره که دومین فابریکه بزرگ سمنت در افغانستان است. خب عزیزان دل، در هر مکان، در هر نقطه که ما میریم زیادتر جایی را که ما میپسندم و میخواییم با تصویر بکشم اما مرکزیت شهر یا بازار شهر است که مردم تجمع میکنه و چرخ زندگیشان را میچرخانه و همچنان مدنیت و پیشرفت و یعنی میزان پیشرفت او نقطه یا او شهر را میشه از اون مرکزیت شهرش فهمید و درک کرد که برنامه امروز ما گزارش است و میخواییم که از حال زندگی این مردم آگاه شویم و دم همراهشان صحبت بکنیم. عزیزان، خب این هم یک بازار خیلی زیبا است که انواع و اقسام اشیا و اجناس را میشه در این بازار پیدا کرد و جایی که من فعلا حضور دارم چوک جبل سراج است که مرکز شهر هم برش میگن و سرک که در عقب ماست، البته این سرک شما میتونید با حضور در تصویر تماشا بکنید، سرک است که به طرف ولایت پنجشیر میره و او سرک هم کدام؟ پنجشیر ها، کاپیسا و پنجشیر و گفته ای دوست ما از این سرک راهش است و او سرک هم که ما آمدیم سرک است که به طرف کابل میره و همچنان چارکار و او سرک هم میشه که او را به تصویر بگیرین شما. او سرک هم مستقیم میره به طرف سالنگ که از سالنگ میشه دیگه به طرف ولایت شمال رفت و بغلان و سمنگان و مزار و کندوز و دیگر ولایت شمالی افغانستان. خب زیاد در اینجا پرحرفی نمی کنیم، بیاین که کار را از همینجا آغاز بکنیم و با همه دوست ما یک دم سخن داشته باشیم و احوال پرسی بکنیم. السلام علیکم، خوب هستین وطندار؟ صدتان خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر آمدین. خیلی ممنون. دمی اول یک بوتله و اگر برمان بیتی که بسیار متعلق گلون ما خوشی کرد ببخشی دیگه. یک اوام بخوریم و کم قسم بکنیم با شما. بسیار زیاد تشکر. نامتون چی هست؟ قیس هستم. قیس جان، خودت از ولسوالی جبل سراج هستی؟ بله.
چی مدت پیش کار میکنید در این شهر؟ در این شهر تا 25 سال الا 23 سال میشم. در این موقع دکان داشتی همیشه؟ الا بیادر دینی مسیر هم دکان ما بود، دیگه در نخشر هم دیگه در اون موقعیت هم دکان ما بود. دیگه بعد بختانه که این زورمنده دیگه توسط پول و ثروتی که داشتن دیگه از دکان از ما گرفتن. زورمنده های سابق یا حاله؟ زورمنده های سابق هم و حالی هم حال دکان تا گرفتن؟ بله یا این خیلی چی هست؟ فیلن غرفه هست یا که فیلن دیگه با گفته آمیانه دیگه مطروان بودیم مال کراچیوان شدیم. او پشت سر دکان است و این دیگه وقتا که شما شام میرین بازی رو در کجا جمع میکنین دیگه اینا سا؟ این دیگه اینجا دیگه خوشبختانه که دیگه دمو زمان غنی هم دیگه اینجا که بود جمهوریت همین چیزها رو اینجا پنهان میکنیم شب دیگه و حالی هم کس کار نداره؟ نه فصل احسان خدا که کسی چیز را سرقت نمیکنه. روز روزگار چی رقم است؟ و حالا بیادر دیگه نسبتا دیگه اوقات مشکلاتی که فعلا از دیگه در او زمان نبود دیگه حالی هم دیگه خوشبختانه از این که عافیت زندگی میکنیم آرام هستیم میریم دیگه میگذرم. شکر است انشاءالله که جور و سعتمند باشی و در کاروبارتون برکت باشه. زیاد با شما پرحرفی نمیکنیم، خسته نشین بینیدام، خسته نشه آخرین کلامتان همیشه که بیان بکنیم. زنده و سلامت باشید. تشکر از این برنامه دیدنی شما که حال احوال مردم هم میگیرین. نگه زنده باشین. نگه زیاد من گپای را نمیگم، صرف اینمه خبرتون میگم که اینمی از مردم حال احوال مردم هم میگیریم، با خبر میشه وضعیتشان دیگه. آرزوی بیشتر ما دیگه زیاد است دیگه اینمی که آرامی باشه، اینمی کل چیز است. کار آرامی است. خوب است دیگه نسبتا. چطور نسبتا گفتی؟ نسبتا همین خوب است که مردم دیگه با واقعیت که بیکار است، فقر با اوجش کشیده دیگه دیگه اینمی قسم دیگه از لحاظ امنیتی خوب، از لحاظ امنیتی خوب، فقر بیگه با خوش خود کشیدنده فقر گریبانگیری همگی است. یک کشور است، کشور فقیر است دیگه اوقات نسبتا چیزی دیگه کشور فرض مثال که آرام باشه صادرات واردات داشته باشه دیگه اونو ملت شما آرام میباشه. انشاءالله امیدوار هستیم که به او سرحد هم برسیم و شما انشاءالله با تلاش دیگه. خیلی ممنون از شما، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان باشیم پیسی هاوتان بتم. دوستان برنامه ادامه داره، با جبل سرازی های عزیز صحبت میکنیم، شما هم گفتنی هایشان را بشنوین. السلام علیکم سعدمند، خیرتی، خوب هستی؟ چه قصر صدا هستی؟ شعر هست دیگه؟ و خیر هستی بیادرم؟ سعدت خوب هست؟ خواست میگه. نامتان چی هست؟ اسم بشیر احمد هست. بشیر جان، از امی ولسوالی هستی؟ دمیج زندگی میکنی؟ چطور میگذره روز و روزگار؟ مناس روز و روزگار خوب هست، تو مزه نیست، مزه صحبه. امروز که روز جمعه است، پیدا پانا چطور بود؟ چیزی قبل است. خیر و خیرتی؟ چی چیزا رو مفروشی خودت؟ پیاز، کچالو، دکان هم از خودت هست دکان. خواهو دکان هم از خودت هست؟ میشه میشه خوب از خدا میرمان است. خوب از انشالله که در کاروبار برکت باشه. چی گپ هست این جبل سرا؟ خدا هم نهمان، اصاب خیلی خیلی خوب است. اوزای مردم چی رقم است؟ اوزای مردم خراب است، کاروبار نیست. فقط امو رنج مردم است؟ بله. فقر و بیکاری است؟ فقر و بیکاری، زیگه فصل خدا همیت بود. نام خدا جبل سرا باز جوانای بسیار فهمیده، دانشمند و درسان هم دارم. درساندی خودت؟ بله، درسان پیشش. درسان پیشش خوندی؟ چطور که دامه ندادی؟ دامه که غم روزگار اومد بوده که نشد. البته عروسی کردی؟ بله، عروسی کردم. ها، همین میگن که آدم عروسی کنه باز دیگه از میمان است. بله دیگه از درس دیگه پا باز یا مصروف روز روزگار میشن. روزگار بسر آدم کامد و آدم پشت درس همی میگن. چی گفتنی داری با دوستای ما؟ گفتنی ما یه هسته که جور آرام خوش خوشحال باشه. خدا که تام خوش خوشحال باش. بیاک موضوع یک جور سندی کنیم. خوب هستی بیادر، خیرتی، صدت خوب است، بخیر هستی. شازیات تشکر، خدا حافظتان. سلام علیکم. میوه میخورین دوستا؟ میوه هم بفروشی، گل هم بفروشی؟ گل چیزای خوبش تو گرفتی بیادر؟ بیادر با این گلکار سعی میکنم. خوب
خوب است انشاءالله خیرتی بخیر هستی باز هم هستی بیخی با خدا بیخی دگم ده گلباز یخ دیگه بیخی شد بخاطر گفتم که در پولوی میوه خودت کنم مفروختی با مک چند یا شاکی نگم بارا آنم شدیده بفروشی نیست که سیل جان کنم دگه طبیعت از دگه مثال ما تیر باشه طبیعت خوش میشتازه ساعت وی ساعت خوش بیام هست که کنم کنم اگه خوشبوی نیست که سونه سعی کنیم سبزه خوش ما می آیم و خوشبوی جد ما غمان اگه نزنم و سبزیش خوش می آیم میوه وطن هست؟ بله بله تمام شد جبه سراج هست؟ ای میوه آنمو میوه آلو بالو زردالو آنو گلاسکو اپنشی را دگه کل از یه از همیجه هست میوه را چند سختی؟ غریب خورده میتونم؟ من میگم بخی دگه فریمان هست شاو گدا میخوره خب؟ بله گلاسا چند شده؟ گلاس اکا با کیلو یک یک و نیم ساعت شده کیلوش یک و نیم ساعت؟ بله ها خب از ارزان است نسبتا امتحان میوه دو سال شد که ارزان شده فصل فصل میوه است که فصل آلو بالو و شفتالو زردالو دگه علمی میوه فریمان شده فریمان از دگه بیاد هر جبل سرا چی داره باز از میوه جات؟ والا کل چیز داره علمی زردالو است آلو بالو است دیگه شفتالو است اینمی میوه را داره چی توفه داری با کسای خودت بیننده است میاده؟ توفه مینیمیز که بیادر خوش باشن آرام باشن زندگی آرام پیش ببرن حال دیگه خوش بساد دوست را دیگه خود باید گفتن خودم میشه فعلا خود چیز اینو نیست خب اما طبش هم خوش باشه طبیعت تا هم خوش باشه بخیر باشه خداحافظ سلام خداحافظ وطن دارم دوستا شما بیننده گزارش شما از ولسوالی جبل سراج ولایت پروان هستین و آمدیم به نقطه دیگر شهر که اینجا هم بعض دوستای ما ترکاری فروشی، میوه فروشی، نانوایی و انواع و اقسام اجناس را به فروش میرسانند و این جاده است که سرک است که مستقیم میره به طرف ولسوالی سالنگ و از اوجه به طرف ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان خب ما را بیننده باشین میریم با دوستایی که اینجا هستن چند سخن می داشته باشیم ببینیم که با چی کسا سر میخوریم و حال روزشان از چی قرار است ما را بیننده باشین خب بیاین که اول با بیادر ترکاری فروش شما گپ بزنیم که خوب او باشی هم کده ترکاری ها را سلام علیکم خوب است انشاءالله خیرتی است بیادر صدت خوب است تشکر و خیر باشی نام چی است؟ نامم شیراز شیراز؟ شیراز یک شهر از در ایران از امون نامت موندی؟ خب چی مدت میشه که ترکاری فروشی میکنی؟ ترکاری فروشی دیگه دو ماه میشه دو سه ماه میشه قبل از او چی کار میکدی؟ قبل از او دیگه بیکار بودم خوب است از بیکاری کردم یا؟ امی خوب است روزگار میشلا؟ میشلا خدا میرم این ترکاری های وطن است کلش؟ ترکاری های وطن است ولی امی ترکاری های وطن زیاد شیرین میباشن نه؟ از شما شیرین است؟ شیرین است بغیر از این دیگه چی داره جبل سراج؟ از میوجات؟ میوجات کل چیز داره شفتالو داره آلو بالو داره گلاس داره رقم چیز است فعلا فصل چی است؟ فصل گلاس است شفتالو است و زردالو ها بسیار خوب مکتب میرین؟ مکتب میرم صرف چند هستی؟ صرف ده نام خدا و چی میخوایی در آینده شوی شیراز جان؟ اگر میخوایم که ابم حکومت در این چیز ما اگر یک دکتر مثلا یک انجینر یک چیزی شد یکیش باید شوی دیگه هدف خودت کدام شد؟ انجینر شویم انجینر میشی؟ انشالله که انجینر شوی انشالله هم مسلک شوی من هم انجینر هستم بشک خب گفتنی داری با دوستای ما شیراز جان؟ نه والا گفتنی ندارم وقتت خوش خدا نگهدار خیلی خوشحال میشیم که دوستای ما را میبینیم در کار خدا مصروف میکنه اگر فقر است اگر بیکاری است بازم مردم خدا در کار مصروف میکنه مخصوصا طبقه جوان که اگر بیکار باشه و بار دوش فامیل باشه خیلی
زجرآور و درد آور است. السلام علیکم. خوب هستین خیرتی؟ ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ چکری ها را از کجا آوردی؟ چکری شد رواش؟ رواش شده دیگر. چکری دیگر ما میخلیم. صبح داشتیم ولی کس کس نخلیم. ایچ تو خاک خاک پر است؟ شمال خاک خاک پر دیگر. خواه میشمال ها گیره خاک؟ از کجا میارین دیگر؟ یا خودتان میخلیم؟ اینجا میخلیم. از سالنگ میارم. خواه یاد از سالنگ، در کوهای سالنگ اتمن میرو دیگر. تو یخ یخ هم هست؟ بله. کیلوه کی بفروشی رو باید؟ دانه کی؟ دانه چند بفروشی؟ در پر پنج تا. در پر پنج دانه؟ بله. حالا خیلی ارزان است حالا. خیلی ارزان است. یک ذره خاک خاک پر است اگه نی یک ذره میخوردیم از پیشت. تو دکنم میخوردیم نمک کبا. نه خالا خاک است بخوریم مریض میشیم. به خیر حال دل درد میکنه که حالا از برنامه نمونه باز میایم پیشت خیره چطور میگذره روز روزگار کا کجا دوباره نه دستلاف کردیم حالا صبح دوباره دستلاف نکردی این می خیلی خیلی یک ساعت راست دو کردیم به ان شاء الله که تا شام تا چند بجه می باشی تا دیگر می باشی تا دیگر میشه که یک چیز سودا شود دیگر یک کراچی سیر چه قوا خود خلاص کنی دیگه نه دیگه اگر دو روز دیگه بونه خلاص شد دیگه پس تا دو روز خراب میشی ها خوش میشه امروز هیچ مزه اش نبود خای تو دو روز خشک میشه؟ ها قاب میشه. هاوش میره دیگه؟ ها خشک میشه به چوب میگه. خب ان شاء الله که فروخته شه خودت هم از جنجال خلاص شوی. ها؟ بخیر میشه. چی گفتنی داری؟ چی گفتنی داری؟ خدا حافظتان.